به نام خدایی که در این حوالی است، خدایی که بندگیش خوش احوالی است. سلام علیکم، وقت گرانقدر شما همراهان فرهیخته و پیشانی بلند رسانه جهانی هادی بخیر باشه. جور و صحتمند باشین و هر جا که از این کره خاکی زندگی میکنین و لطف دارید و همراه برنامه خودتان به وقت بیداری هستید، انشالله که در بهترین حال خودتان باشید. توفیق داد خداوند تا باز هم بنده و همکاران بسیار پرتلاشم از این رسانه جهانی و به واسطه برنامه به وقت بیداری به خدمت شما ایزان برسیم، سلامی عرض کنیم و دقایقی را با شما هم نفس و همراه باشیم. برنامه امشب با موضوع جدید تقدیم نگاه مهربان شما میشه، با موضوع زیست مؤمنانه و با افتخار همراه شما عزیزان در خدمت استاد محترم جناب دکتر فیاضی هستیم. سلام علیکم استاد، خوش آمدین. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ناصری و همکاران محترم و بزرگوار شما. عرض ادب میکنم خدمت بینندگان محترم و ارجمند که پیگیر این سلسله برنامه های معرفتی هستند. خداوند رو شاکر و سپاسگزار هستم که بازم به من توفیق رو داد تا در یکی دیگر از سلسله برنامه ها با عنوان زیست مؤمنانه در خدمت شما و در محضر بینندگان محترم باشیم. انشاءالله که بتوانیم از معارف اسلامی، آموزه های اسلامی زیست مؤمنانه رو انشاءالله تبیین بکنیم و درسی باشد و چراغی باشد برای راه زندگی ما انشاءالله. بسیار تشکر استاد. حتما عزیزان همراه که لطف دارند و در این لحظه برنامه را میبینند با بنده همعقیده هستند که واقعا توفیق و فرصت دوباره هست که در خدمت شما استاد محترم باشیم. موضوع بسیار نوی هست و من خودم بسیار مشتاق هستم که وارد موضوع شویم، وارد گفتگویمان شویم که زیست مؤمنانه. بالاخره عنوان بسیار زیبایی هست. ببینیم که از نظر شما استاد گرامی در پایان این موضوع که انشاءالله خداوند توفیق بده و برسیم به پایانش به چه چیزی خواهیم رسید استاد؟ بله. و سوالات بعدی انشاءالله. من به صورت کلی و اجمالی یا فهرست و عناوینی که قرار انشاءالله بحث بکنیم و به یک نتیجه انشاءالله برسیم اینه که ما میخواییم بالاخره به این مطلب برسیم که نقش ایمان در زندگی ما چیست؟ چه اثراتی در زندگی ما داره؟ ایمان و اخلاق چه رابطه ای دارد؟ آیا می توانیم بدون ایمان و بدون دین ما اخلاق داشته باشیم یا نمی توانیم؟ نقش ایمان حتی در سیاست و حکومت چیست؟ نقش ایمان در تربیت چیست؟ نقش ایمان در ذره ذره مقاطع زندگی ما، زندگی فردی ما، زندگی اجتماعی ما، زندگی خانوادگی ما چیست؟ اگر ما ایمان داشته باشیم و یک فرد مؤمن باشیم و او باورهایی که وظیفه داریم به او باورها متدین باشیم و معتقد باشیم، چه اثراتی در زندگی ما میگذارد؟ چه تفاوتی بین زندگی یک انسان مؤمن و یک انسان غیر مؤمن است؟ این مسئله مهمی است که ما میخواهیم در بحث زندگی مؤمنانه او را تبیین بکنیم که چه تفاوت اساسی بین زندگی کسی که به این باورهای اساسی و اعتقادات اساسی باور دارد و ایمان دارد و معتقد است با کسی که به اینها باور ندارد. صرفا زندگی او زندگی دنیایی است، زندگی او زندگی مادی است، چه تفاوتهای اساسی دارد؟ هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی و هم نقش او در خانواده، اثراتی که ایمان در زندگی ما در خانواده میگذارد، در اجتماع میگذارد، برای ما چیست؟ میخواهیم این مسائل رو و این محورها رو انشاءالله به تبیین بنشینیم و در پایان یک محور اساسی از زندگی مؤمنانه برای ما تبیین شود که بتوانیم از او الگو بگیریم و پیاده بکنیم در زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خود ما انشاءالله. انشاءالله استاد، بسیار حساس شد، بسیار مطلب مهم شد و با توجه به این نگاه کلی که در همین ابتدا شما به کلیت برنامه داشتید و انشاءالله که بتوانیم به لطف و
اراده خداوند برسیم به آنچه که حضرت عالی برنامه‌ریزی کردید، من فکر میکنم که باید پیشنهاد بدیم به عزیزان همراه ما که این برنامه را اگر در همین ابتدا با ما همراه هستند تا آخرش قول بدن که با ما باشند و حتی ما از ایشان مشارکت هم میخواییم. سوالاتی که دارن حتما مطرح کنن، حتی ما امکانی را داریم که سوالاتشون را به صورت زنده با صدای خودشان در برنامه پخش کنیم و حضرت عالی انشاءالله جواب بدن و همه ما استفاده کنیم. استاد، به عنوان سوال ابتدایی و مدخل ورودی بحث ما، بفرمایید که زیست مؤمنانه آیا همان زندگی مؤمنانه هست و یعنی چی استاد؟ بله، اگر بخواهیم زیست مؤمنانه یا زندگی مؤمنانه رو ما تعریف بکنیم، در حقیقت زندگی مؤمنانه یا زیست مؤمنانه عبارت است از رسیدن به باور صحیح و شناخت ارزش‌های اساسی و حقیقی و منطبق کردن شیوه زندگی ما بر اون باور و بر اون ارزش‌ها. ما دو محور داریم یا دو طرف قضیه داریم. یک طرف قضیه ایمان و باور هست. باور صحیح رو پیدا بکنیم. باور صحیح چیست؟ عقیده صحیح چیست؟ عقیده به این که ما بالاخره مخلوقی هستیم که خالقی داریم، خدایی داریم، بی هدف خلق نشدیم. این خدا برای هدایت ما پیامبرانی فرستاده است، انبیایی فرستاده است. پیامبر اسلام بعد از خودش جانشینانی قرار داده است. زندگی ما منحصر به زندگی دنیا نیست. زندگی عالم برزخ داریم، عالم قیامت داریم. از یک طرف پس این باورهای صحیح رو ما بشناسیم، پیدا بکنیم. از طرف دیگر ارزش‌های اساسی و حقیقی رو ما درک بکنیم. ارزش‌های اساسی چیست؟ اخلاق اساسی چیست؟ این یک طرف قضیه است. بعد از اینکه ما ایمان و باور صحیح رو پیدا کردیم، ارزش‌های اساسی رو هم شناختیم، زندگی خود ما رو ما بر این منطبق بکنیم، بر این عیار بکنیم. این رو میگوید زیست مؤمنانه یا زندگی مؤمنانه. یک طرف قضیه شناخت است، یک طرف قضیه معرفت است، یک طرف قضیه عمل کرد است. هم عقاید و باور ما صحیح باشد، هم ارزش‌هایی را که ما می‌شناسیم ارزش‌های اساسی باشد، ارزش‌های حقیقی باشد. طرف دیگر قضیه این است که زندگی خود را بر او عیار بکنیم، بر او استوار بکنیم، بر او تطبیق بکنیم. اگر ما این کار را انجام دادیم، این می‌شود زیست مؤمنانه، زندگی مؤمنانه. پس تعریف زیست و زندگی مؤمنانه این است که ما به باور صحیح برسیم، ارزش‌های اساسی رو ما بشناسیم و درک بکنیم و زندگی خود رو بر او تطبیق بکنیم. اگر این کار رو ما انجام دادیم، زندگی ما زندگی مؤمنانه است. این نکته رو هم من تکمیل بکنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. چون بحث شناخت باور صحیح یک بحث تخصصی، یک دامنه معرفتی وسیعی هست، بحث شناخت ارزش‌های اساسی و شناخت اخلاقیاتی که بر محور بالاخره اصول اعتقادی ما باشد، این هم یک دامنه وسیعی هست. ما نمی‌خواهیم بالاخره اینجا کل اخلاقیات رو بحث بکنیم، کل اعتقادات رو بحث بکنیم. اونچه که ما می‌خواهیم در اینجا اون پیوند و رابطه بین اعتقادات و باور و ارزش‌ها از یک طرف و زندگی ما از طرف دیگر، این پیوند و این رابطه رو ما می‌خوایم بحث بکنیم. بسیار عالی. من و شما به عنوان یک انسان مسلمان و مؤمن یک سری باورهایی داریم، یک سری اعتقاداتی داریم و یک سری اخلاقیات رو هم قبول داریم، از آموزه‌های دینی گرفتیم. ما می‌خواهیم در زیست مؤمنانه در این سلسله برنامه‌ها اون ارتباط و پیوند بین این دو مقوله و بین این دو تا قضیه رو ما اثبات بکنیم و بیان بکنیم که با چه کیفیتی و با چه شیوهی ما می‌توانیم بین باور صحیح و بین ارزش‌های اساسی با زندگی خود ما پیوند و ارتباط برقرار بکنیم. این می‌شود همون زیست مؤمنانه یا زندگی مؤمنانه و تعریف زیست مؤمنانه. استاد، ما از جانب عزیزان همراه یک قول از شما میگیریم که انشالله در بحثایی که در خدمت شما هستیم، مثل همیشه شما معروف هستید به صحبتهای روان، ساده و انشالله که کاربردی، بحثا رو کاربردی کنیم و مثالهای بزنیم از زندگی روزمره خودمان و این که چه رقم میشه که واقعا حس کنیم که زندگی ما
میروه به سمتی که رنگ و بوی مؤمنانه بگیره و استاد مشکلی که نیست انشالله قطعا بنا هم بر همین است. بله. وقتی ما میخواهیم مثلا با عنوان نقش ایمان در زندگی بحث بکنیم باید به صورت ملموس و محسوس و مثالهای روزمره از زندگی مطرح شود. که امروزه من و شمایی که بالاخره در این جامعه زندگی میکنیم و یک سری باورهایی داریم این باور و ایمان ما چه نقش محسوس و ملموسی در زندگی ما داره؟ بله. چگونه میتواند بر ما اثر بگذاره و چگونه ما میتوانیم از اون باور و ایمان خود ما در زندگی استفاده بکنیم؟ بسیار تشکر استاد. لحظات بسیار کوتاه همراه عزیزان من در اتاق فرمان میشیم و ادامه بحثمانه بعد از اون انشالله پی خواهیم گرفت. سلامت باشید. در راه عبادت و بندگی خدا کامیاب و پیروز و سرفراز باشید. با ما باشید. به وقت بیداری همچنان ادامه داریم. اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد ومحمد المهدي اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیز و پرتلاشمان به خاطر پخش میان برنامه کوتاه ولی بسیار پرمعنا حدیث زیبا که یکی از صفات مؤمنین مطرح کرد. انشاءالله که همه ما استفاده بکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به محضر استاد دکتر فیاضی عزیز برگردیم و ادامه بحثمان پی بگیریم، ما وظیفه ما هست که پل ارتباطی را یک بار دیگر خدمت شما عزیزان اعلام کنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما عزیزان هست. مثل همیشه ارتباط خودتان، ارتباطی که بسیار دلگرم کننده و سازنده هم هست، با ما بالاخره برقرار بدارید. حتما پیام های متنی خودتان، صدای بسیار زیبای خودتان و ویدیوهای خودتان حتی از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. منتظر هستیم. سوالاتی که از کارشناسان دارین، تشکریایی که از ایشان دارین، انتقادهایی که از بنده و همکاران دارین، از این طریق بهترین راه هست که با ما به اشتراک بگذارید. جناب استاد دکتر فیاضی عزیز، سوالی که در این بخش از شما خواهیم پرسید است که شما فرمودید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام پایه‌گذاران اساسی زندگی مؤمنانه و زیست مؤمنانه. می توانیم از شما پرسان کنیم که نقش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ایفای یک زندگی مؤمنانه، در پایه‌گذاری اصول یک زندگی مؤمنانه چی بوده؟ بله، با توجه به اینکه در شعاع میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام و فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام قرار داریم و این برنامه هم آغاز سلسله برنامه زیست مؤمنانه است، انشاءالله ما تلیعه این برنامه را ما متبرک کنیم با نام و یاد از پیامبر گرامی اسلام. حقیقتا پایه‌گذار زیست مؤمنانه و زندگی مؤمنانه شخص پیامبر گرامی اسلام است. با تلاش هایی که در اون مدت کوتاه دوران حیات رسالت و نبوتش تا 22-23 سالی که انجام داد، تلاش کرد زندگی و زیست جاهلی را، جاهلی عرب اون زمان را، تبدیل به زیست و زندگی مؤمنانه و اسلامی بکند. این کار خیلی سختی است که در یک مدت کوتاهی حدود 2 دهه بتواند یک جامعه جاهلی را تبدیل به یک جامعه اسلامی، یک جامعه مؤمن بکند. ما به عنوان مثال بالاخره نمونه های این مسئله را اشاره میکنم. شاخصه ها و خصوصیاتی که در زندگی جاهلانه و عصر جاهلیت اون زمان بود 2-3 شاخصه اساسی داشت. بله. که این را کاملا تغییر داد، تحول ایجاد کرد پیامبر گرامی اسلام. اولا نظام قبیله‌ای بود،
نظام نظام عشیره‌ای بود. پیامبر آمد به جای نظام قبیله‌ای نظام الهی را جایگزین کرد که محور آموزه‌های دین است، آموزه‌های اسلام است. دومین مسئله اختلاف طبقاتی بود یا وضعیت معیشتی و اقتصادی اون زمان بود. یک طیف از جامعه در ثروت فراوان بود و برخوردار از ثروت بود، یک طیف از جامعه در فقر مطلق بود. پیامبر گرامی اسلام آمد، بالاخره با توجه به سفارشات و توصیه هایی که سرمایه داران نسبت به فقرا کرد، این اختلاف طبقاتی رو کاهش داد، اختلاف طبقاتی رو کم کرد. خصوصیت دیگری که بالاخره در عصر جاهلیت و نظام جاهلیت وجود داشت، اون تعصب و روحیات جاهلی و عرب اون زمان بود که بالاخره مردم ملاک و معیار در زندگی اونها بالاخره همون قبیله بود، بستگان بود، نزدیکان بود. اما معیار در نظام الهی آمد، بالاخره تقوا رو قرار داد، بالاخره شخصیت رو قرار داد، اون لیاقت و اون شایستگی رو معیار قرار داد. از همین جهت است که پیامبر گرامی اسلام آمد، این خصوصیات زیست و زندگی جاهلانه رو دگرگون کرد، تبدیل کرد این نظام را به نظام الهی و بر معیار زیست و زندگی مؤمنانه تبدیل کرد. در همین جهت است که بالاخره بستگان و اقارب معیار نیست. عموی پیامبر گرامی اسلام ابو لهب است. ابو لهب در قرآن مورد نفرین قرار میگیرد، بدگویی میشود. اما بالاخره سلمان فارسی که غیر عرب است، عجم است، او منا اهل البیت میشود، او از نزدیکان پیامبر میشود. یک سیاه پوست مثل بلال حبشی که بالاخره او غلام بوده است، او برده بوده است، او از نزدیکان پیامبر می شود که از ابتدای رسالت و از ابتدای نبوت حتی بر اساس سیره و تاریخ تا آخرین لحظاتی که پیامبر رحلت می کند در کنار پیامبر است. یک غلام، یک سیاه پوست، یک برده ای که در نظام جاهلی ارزش نداشته است، او می شود از نزدیکان، از صحابه، از یاران، از همرازان پیامبر، همراز پیامبر است، همسر پیامبر است. این زیست زندگی زیست مؤمنانه است، این زندگی زندگی مؤمنانه و اسلامی است که پایه‌گذار او شخص پیامبر گرامی اسلام است. و ما می‌خواهیم از زندگی پیامبر الگو بگیریم و انشاءالله احیای زیست و زندگی مؤمنانه بکنیم. اگر ما کاستی داریم در پیروی و در تبعیت از زندگی پیامبر گرامی اسلام، بیاییم اون کاستی ها رو جبران بکنیم و از سیره الگو، از سیره او در این ایام که ایام میلاد مسعود اون بزرگوار است، انشاءالله تبعیت بکنیم و زندگی خود رو بر اساس زیست و زندگی مؤمنانه پیامبر گرامی اسلام منطبق بسازیم. به معنای واقعی همون آیه قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در واقع پیامبر معیار رتبه بندی افراد رو تغییر دادن و این شاید یکی از معجزات الهی بود که در همونجا فرمایشات از تعالی هم بود که 23 سال شاید ایشان یک جامعه که در آن سطح بود به آن سطح رساندن. استاد سوال بعدی ما شاید سوال ایزان هم باشه که چه ضرورتی داره بحث کردن در مورد این موضوع، زندگی مؤمنانه، زیست مؤمنانه؟ بفرمایید. زیست و زندگی مؤمنانه حقیقتاً یک شیوه زندگی است که در زندگی فردی ما، در زندگی خانوادگی ما، در زندگی اجتماعی ما، تعاملات با جامعه تأثیرگذار است. زیست و زندگی مؤمنانه همچنان که من اشاره کردم در مقدمه، بالاخره بر اساس 3 محور استوار است. بر اساس محور باور و ایمان استوار است، بر اساس شناخت ارزش‌ها و اخلاقیات استوار است، و بر اساس نظام رفتاری و عملکردی و تعاملات اجتماعی استوار است. ما بیاییم این 3 مقوله رو با هم تطبیق بدهیم، در کنار هم قرار بدهیم تا از دل او زیست و زندگی مؤمنانه رو ما بالاخره به دست بیاریم و در جامعه عرضه بکنیم. کسی میتواند، جامعه میتواند که سبک زیست خود را ارائه بکند که این 3 مقوله را باید در نظر بگیرد.
امروز هر جامعه ای باشه، چه جامعه اسلامی باشد چه جامعه غیر اسلامی باشد، اگر بخواهد بالاخره زیست و نوع زندگی و سبک زندگی و شیوه زندگی خود را برای جامعه خود و برای مردم خود ارائه بکند، باید این سه مقوله را در نظر بگیرد، باورهای اون مردم را در نظر بگیرد، ارزش‌های اساسی او مردم را در نظر بگیره و نظام رفتاری او مردم را در نظر بگیره تا بتواند بالاخره زیست اون مردم و سبک زندگی او مردم را ارائه بکنه. امروز متاسفانه ما نتوانستیم بعد از بالاخره عصر پیامبر گرامی اسلام، با اینکه عرض کردم اون همه تحولی که پیامبر در عصر خود ایجاد کرد، ما نتوانستیم در جامعه اسلامی این انطباق و تطابق رو بین این سه مقوله ایجاد بکنیم، نتوانستیم بین باور، بین ارزش‌ها و بین نظام رفتاری خود تطابق و انطباق و مطابقت ایجاد بکنیم تا از دل او زیست و زندگی مؤمنانه رو ما به دست بیاریم، استنتاج بکنیم. لذا ما نیازمند ای هستیم که یک بازنگری در آموزه‌های دینی داشته باشیم، یک بازنگری در بالاخره دستورات دینی داشته باشیم، بر اساس آموزه‌های دینی، بر اساس دستورات دینی اسم مقوله رو ما تطبیق بکنیم و زیست و زندگی مؤمنانه رو ما از نو احیا بکنیم، از نو زندگی خود را بر اساس زندگی پیامبر، امامان معصوم که الگوی ماست، حقیقتا اسوه ماست، انطباق بدیم و از دل او ما خود را بالاخره بر اساس زندگی اونها زندگی بکنیم، بر اساس الگو و مدلی که اونها برای ما تعیین کرده است زندگی خود را ما عیار بکنیم و تطبیق بکنیم. این ضرورت و اهمیت زیست و زندگی مؤمنانه رو برای ما ایجاد می کند که زندگی خود رو بر اساس زیست و زندگی پیشوایان دینی ما که حقیقتا هم در عقیده، هم در ارزش ها و هم در نوع زندگی برای ما الگوست و الگوی حسن و نیکوست، بر اساس معیار زندگی اونها تطبیق بدیم. این اصل ضرورت و اهمیت و بالاخره جایگاه زیست و زندگی مؤمنانه رو برای ما تبیین میکنه انشاءالله. بسیار عالی است. یک پیشنهادی که ما قبلا هم در برنامه قبل هم با عزیزان دادیم این هست که حتما قلم و کاغذ در کنارشان باشه و این مطالبی که حضرات اساتید در برنامه‌های مختلف و امشب هم که در خدمت شما استاد محترم هستیم حتما نکته برداری بکنن. و من فکر میکنم که این مطالب شاید در مدت 30 دقیقه به عزیزان ارائه میشه، ولی حاصل ساعت‌ها و روزها تحقیق و مطالعه هست و بسیار هم مطالب به صورت خیلی ساده و روان ارائه میشه. اینطور نیست که ما بگیم مطالب بسیار تخصصی هست، کلمات بسیار تخصصی ارائه میشه و میبینید استاد بسیار روان صحبت میکنه. انشالله که بتوانیم تا آخر مطالب برنامه حتما عزیزان اون نکاتی که برایشان مهم هست حتما برداشت بکنن و حتی از دل اونها سوال داشته باشن حتما ما در خدمت شما هستیم. استاد، زندگی مؤمنانه، معیاری که فرمودید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام به ما ارائه میتن و ما دوست داریم که زندگی خودمانه بر اساس آن بچینیم و سازماندهی و زندگی ما، ساختار کلی زندگی ما رو بر این اساس انشاءالله پیاده کنیم و برویم به سمتی که ما رو ببره به آن جایی که آنها میخواستند، به سمت خداوند انشاءالله. سوالاتی آماده کردیم ولی با توجه به اینکه دوست داریم لحظاتی رو با ازان ما در اتاق فرمان باشیم، انشاءالله بعد از او از شما خواهیم پرسید. سلامت باشید. با شما عزیزان هستیم به وقت بیداری و موضوع زیست مؤمنانه.
مجددا تقدیم احترام و درود فراوان به محضر شما بزرگواران، شما همراهان بسیار مؤمن و فرهیخته که همچنان همراه رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری هستید. این برنامه را در این لحظه به صورت زنده و مستقیم دریافت میکنید. بسیار تشکر میکنیم از همراهی ارزشمند شما. اما اگر دوست داشتید برنامه را دوباره ببینید در پخش‌های مجدد از همین رسانه، شما میتوانید حتما بیننده باشید. و اگر دوست دارید به صورت موضوعی در فضای مجازی برنامه را دریافت کنید، از طریق آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب قابل دسترسی هست با سرچ کردن موضوعات برنامه‌های مختلف و این برنامه که زیست مؤمنانه هست با آنها دسترسی داشته باشید. حتما دنبال کننده باشید و به عزیزانی که در اطراف شما زندگی میکنند با شما در ارتباط هستند پیشنهاد بدین که برنامه‌های رسانه جهانی هادی و به وقت بیداری را حتما ببینند و انشاءالله مورد پسندشان هم واقع بشود. در خدمت شما هستیم جناب استاد دکتر فیاضی عزیز، همچنان در استودیو تشریف دارند و ادامه مباحث. استاد فرمایش دارید؟ بله، من یک نکته دیگر باز تکمیل بکنم در ادامه او پرسشی که شما مطرح کردید درباره ضرورت و اهمیت بحث کردن و گفتگو بله. کردن از زیست مؤمنانه. اون این است که حقیقتاً امروز غفلت کردن از این مسئله، تبیین نشدن بحث زیست و زندگی مؤمنانه باعث این می شود که انسان تلقی داشته باشه یا احساس داشته باشه که دین و آموزه های دینی برای ما ناکارآمد است. دین و آموزه های دینی به درد زندگی دنیای ما نمی خورد، صرفا ممکن است به درد آخرت بخورد. اگر ما بیاییم در زیست مؤمنانه و زندگی مؤمنانه بین مقوله بالاخره ایمان با ارزش ها و با زندگی اجتماعی و فردی یک پل ایجاد بکنیم، یک ارتباط ایجاد بکنیم، از ایمان و ارزش ها برای زندگی خود ما استفاده بکنیم، حقیقتا به ما این تلقی و به ما این روحیه رو میدهد که دین میتواند هم برای زندگی دنیایی ما پیام و درس داشته باشد و هم میتواند برای جهان آخرت ما موجب سعادت و کمال باشد. حقیقتا دین آمده است که انسان رو به سعادت برساند، به کمال برساند. سعادت و کمال اختصاص به آخرت ندارد. سعادت و کمال یک معنای گسترده است، یک محور گسترده دارد که هم در دنیا شاملش می شود و هم شامل جهان آخرت می شود. یعنی می فرمایید که با دین و ایمان در این دنیا هم ما به سعادت در دنیا بالاخره ما می توانیم برای سعادت و کمال خود ما از دین و آموزه های دینی استفاده بکنیم و هم می تواند زمینه کمال و سعادت ما رو در جهان آخرت فراهم بکنه. من این آیه شریفه رو به عنوان تکمیل خدمت شما و بینندگان محترم قرائت و تلاوت بکنم. آیه دهم سوره مبارکه روم است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که بالاخره در مرحله اول دچار سوء، دچار گناه شدند، کم کم بالاخره گناه مرتکب شدند، کار بدی انجام دادند، ادامه این گناه کردن کار را به جایی میرساند که باعث میشود ان کذبوا به آیات الله، آیات خدا را تکذیب بکنند و کانوا بها یستهزئون. حتی تکذیب بماند بلکه به مرحله بالاتر برسد، به اون جایی که بالاخره آموزه های دین و دین را به استهزا بگیرد، به تمسخر بگیرد. ما امروزه اگر این وظیفه را انجام ندهیم، زیست مؤمنانه را تبیین نکنیم، باعث می شود که بالاخره ما دین را و آموزه های دینی را ناکارآمد، بی اثر، بی ارزش تلقی بکنیم و این باعث می شود که امروزه ما از دین و آموزه های دینی جوانان ما روگردان شود. امروزه اگر متاسفانه بر اثر تبلیغاتی که در فضای مجازی می شود و باعث می شود که جوانان ما را و مؤمنان ما را از دین و آموزه های دینی رویگردان بکنه، بیگانه بکنه، برای اونها آموزه های دینی، دستورات دینی، نماز و روزه و امثال اینها کم اهمیت جلوه بدهد، به خاطر اینه که ما مسئله زیست و زندگی مؤمنانه را کمتر تبیین کردیم، نتوانستیم او پیوند اساسی را
بین ایمان و بین زندگی ایجاد بکنیم. نقش ایمان رو نتوانستیم خوب تبیین بکنیم. این یک نکته تکمیلی بود که برای ضرورت مسئله بررسی و بحث از زیست و زندگی مؤمنانه شاید برای مخاطبان ما، برای بینندگان محترم ما انشاءالله که مفید باشه. انشاءالله بسیار عالی هست، به خاطری که ما همراهانی داریم با سلیقه های مختلف از طیف های مختلف جامعه، کسانی که با هر سطح علمی برنامه رو مشاهده میکنن و چیزی که مسلم است در ظاهر شاید خیلی ها فکر میکنن که دینداران و مؤمنان واقعی در این دنیا کمی فقیرترن، کمی شاید از لحاظ ظاهری و دنیایی به سعادت نرسیدن و شاید این دین هست که برای اینها برنامه ریزی رو کرده، ولی انشاءالله در پایان این بحث به این نتیجه خواهیم رسید که زیست مؤمنان اتفاقا ما را در این دنیا هم علاوه بر آخرت به سعادت خواهد رساند. استاد سوال بعدی بپرسیم، دقایق بیشتر از برنامه نمانده، نقش ایمان در زندگی ما چی هست و چی اثراتی داره؟ بله، این سوال و پرسشی که مطرح کردی جناب آقای ناصری حقیقتا شاید ممکن است دقایق طولانی را هم در این برنامه و هم در برنامه های بعدی به او اختصاص بدهیم تا زوایای مختلف این مسئله را ما خدمت شما و بینندگان محترم تبیین بکنیم. حقیقتا محور اساسی این بحث و این گفتگو همینم هست که ما میخواهیم در زیست مؤمنانه بالاخره نقش ایمان در زندگی رو ما تبیین بکنیم، نقش ایمان در زندگی رو ما بشناسیم. حقیقتا نقش های مختلفی میتواند ایمان و باور و اعتقاد در زندگی ما داشته باشه، در زندگی فردی ما، در زندگی اجتماعی ما، در زندگی خانوادگی ما داشته باشه. اگر بخوایم به نقش ها شروع بکنیم، اولین نقش را خدمت شما و بینندگان محترم اشاره بکنم، اولین نقشی که ایمان در زندگی ما دارد عبارت است از آرامش روحی. روح و روان ما آرامش داره. من این را تکمیل بکنم، آرامش روحی و آرامش روان برای مؤمنان به معنای این نیست که کسانی که اگر ایمان دارد و مؤمن هست در زندگی دچار مشکل نمی شود. نه، ما خیلی از مؤمنان داریم مشکلات فراوانی در زندگی داریم، و به معنای این نیست که ما اگر ایمان داشته باشیم و باور صحیح داشته باشیم بالاخره از مشکلات سریع عبور بکنیم. نه، ما از مشکلات سریع عبور نمی کنیم، هم مواجه با مشکلات هستیم، هم مواجه با سختی ها هستیم، هم بالاخره ممکن است مشکلات و سختی ها همیشه گریبانگیر ما باشه، به زودی عبور هم نکنیم. اما اونچه که ایمان برای ما نقش دارد و اثر دارد در زندگی این است که ما هیچ وقت تحت تأثیر سختی ها و گرفتاری ها قرار نمیگیریم، تحت تأثیر مشکلات قرار نمیگیریم. این مسئله رو من به عنوان مثال و یک مثال محسوس عرض بکنم. مسئله بالاخره این که امروزه خیلی ها گاهی به بنبست میرسد، زندگی او به بنبست میرسد، میبیند که بالاخره نمیتواند این مشکلات خود را حل بکنه، آخرین راه رو به نظرش مثلا خودکشی میرسد. امروزه اگر آمار خودکشی رو بالاخره در رسانه ها ما مطالعه بکنیم، عوامل مختلفی ممکنه داشته باشه، عامل اساسی او مشکلات زندگی است، ممکنه فقر باشه، ممکنه نداری باشه. اگر ما در رسانه ها مسئله خودکشی ها، کسانی که بالاخره امروز خودکشی میکنند، اگر مطالعه بکنیم بیشترین کسانی است که بالاخره باور اساسی ندارد، ایمان اساسی به عالم آخرت ندارد، ایمان اساسی بالاخره به خدا ندارد، خدا رو به عنوان یک نیرو و به عنوان یک پشتیبان بالاخره باور ندارد. چون باور ندارد و ایمان او ضعیف است، وقت مواجه با سختی ها می شود، مواجه با مشکلات می شود، راه فرار از مشکلات و سختی ها رو خودکشی برای خود می بیند. من همه امروز بالاخره بعضی از رسانه ها رو نگاه می کردم، بالاخره دارد در رسانه ها بالاخره سازمان بهداشت جهانی گفته است که امروزه در سال بیش از 16 میلیون اقدام به خودکشی می کند، که از این 16 میلیون حدود 700-800 هزارش منجر به خودکشی می شود، بقیهش منجر نمی شود، صرف اقدام کرده است. اما عامل اساسی کسانی که اقدام می کنه یا کسانی که بالاخره خود را بالاخره از بین می برد، عامل اساسیش اینه که ایمان او ضعیف است.
نتوانسته است در برابر مشکلات، در برابر سختی ها تحمل بکنه و راه فرار را این مسئله به ذهنش رسیده است. ما اگر ایمان داشته باشیم، باور اساسی به خدا داشته باشیم، باور به یک نیروی غیبی داشته باشیم که او همواره پشتیبان ماست، همواره می توانیم بر او توکل بکنیم، هیچ وقت گرفتار مشکلات و سختی ها نمی شویم. در جامعه خود ما، در جامعه خود ما و شما جناب آقای ناصری، بینندگان محترم ما، این همه سختی ها، این همه مشکلات، فقر، نداری، بیکاری، سختی هایی که جوانان ما، بالاخره غیر جوانان، مردم ما، زن و مرد ما گرفتار هست. اما یکی از عوامل اساسی که اینها رو میتواند به اینها روحیه بدهد، تقویت روحیه بکنه، باعث آرامش روح و روان اونها باشد، ایمان اونهاست، عقیده اونهاست، اون باور اساسی اونها به خداست، باور اساسی اونها به یک نیروی قوی است که میتواند پشتیبان او باشد. لذاست که در برابر سختی ها تسلیم نمی شود، تحت تأثیر سختی ها و مشکلات قرار نمی گیرد. هرچند سختی ها فراوان باشد، می تواند از این سختی ها و از این مشکلات عبور بکند و می تواند بالاخره موفق پیروز موفق شود و پیروز از این میدان و از این میدان جنگ و از این میدان مبارزه بیرون بیاید. این نقش اساسی، یکی از نقش های اساسی ایمان در زندگی ما، پس آرامش روحی است، آرامش روان است، به ما بالاخره اون تقویت میدهد که ما بتوانیم احساس بکنیم یک نیروی قوی پشت سر ماست، میتواند ما را بالاخره همواره کمک کار باشد، بر او تکیه بکنیم و بر سختی ها و مشکلات غلبه پیدا بکنیم و فایق شویم. بله، بسیار عالی. پس به صورت خلاصه اگر در یک جمله ما بخوایم به شما درس پس بدیم، از اینکه در جملات اخیر شما ما گرفتم است که ایمان و کسی که ایمان داره و مؤمن هست در واقع از مشکلات دور نمیشه، ولی در کنار مشکلات میتونه با اونها مقابله کنه به خاطر ایمانی که داره، به خاطر خدایی که داره، و در واقع این زندگی مؤمنانه زندگی آری از مشکلات نیست. بله. زندگی هست توأم با مشکلات، اما روح و روانش آرام هست به خاطری که ایمان داره به خداوند و این ایمانم در زندگیش جاری هست. استاد، لحظات پایانی برنامه هست، ما در همین لحظه با اجازه شما و با اجازه دوستان ختم برنامه را اعلام میکنم و شما میخواییم که ادامه این مبحث بسیار زیبا و مهم و کاربردی را در برنامه بعد با حضورتان در این برنامه انشاءالله ادامه بتیم و در خدمت شما باشیم. انشاءالله. سلامت باشید. با شما عزیزان بودیم، لحظات بسیار خوب و مفید با حضور جناب استاد دکتر فیاضی عزیز. از همه شما تشکر میکنیم به خاطر نگاه مهربانتان که از ابتدا تا به این لحظه که لحظه پایانی است با ما همراه بودید. همه شما عزیزان به خداوند بزرگ و منان میسپاریم و تا برنامه بعد به دیدار شما مشتاق و به دعای شما محتاج.